به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام خدمت تمامی شما عزیزان کانال فرهاد آروین. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین. عزیزان دل، باز هم برنامه چیستان ما و فرهاد جان در خدمت شما عزیزان قرار داریم. بخش اول برنامه شعر فرهاد جان تقدیم حضور گرم شما عزیزان میکنن. دوستای عزیز، من هم سلام عرض میکنم خدمت تمام شما عزیزان. بخش اول برنامه شعری است که تقدیم حضور شما خوبان میکنم. در قدیم روزها عجب بود، زور بود، جز شرافت کار دیگر کور بود. گرد شمع و شب چراغ و صندلی، قصه ها گرم و همه پرشور بود. روزهای برف و باران با همی، بین مردم تخم تربوز پر بود. بر بزرگان احترام و افتخار، کودکان با درس ها پر نور بود. یادم آید در خریطه آویزان، خسته و کشمش و انگور بود. کس نمی دانست ز جنگ و دشمنی، نی کلاشینکوف و نی شاجور بود. یاد آن روزها به خیر، اما گذشت، هر جوان آزاده بود، باتور بود. هرچه گویم کم، ولی در آن زمان بچه مؤمن، دختران چون حور بود. به شعر قشنگ خوندین فرهاد جان، دیگه کلی لذت بردم. تشکر از اینکه خیلی دکلمه قشنگی داشتین. سلامت باشین، زنده باشین. میرم سراغ چیستان. چیستان اول رو شما بپرسن. خب فرهاد جان، میرم سراغ چیستانا، به شرطی که چیستانا سختی پرسان نکنه. چشم. دیگه چیستان اول از شما پرسان میکنم فرهاد جان، اگر یک قنری از هر برج بفته چیکار میشه؟ اثر یک برج بلندی بفته. اگر یک قنری اثر یک برج بلندی بفته که دست پای میشکنه. خب میشکنه دیگه. نه، این جواب نمیشه. خب اگر دست پای نشکنه 100% برج بلند باشه میموره. میموره. خب شاید شما فکر میکنین سرگیجه شده بفته از اونجا دل تا بموره دیگه. خب فرهاد جان، میگم یک قنری اگر سر برج بفته که چیکار میشه؟ راست میگن، قنری که پر داره دیگه، پرواز میکنه میره. خیلی چیستان قشنگی بود. خب من چیستان از شما پرسان کردم، بدیدین که به شما نقلم برسندم. گفتم یک قنری بفته که چیکار میشه؟ درسته. شما باید یک نقل باز بدین. خب باشه، من نقل بدم. چیستان من ای است. بله. که اگر یک مار خود یک زرافه ازدواج کنه، بچه اونا اتفاقی ببینیم فیل بشه، چرا بچه اونا فیل شده؟ یعنی فرهاد جان خود مانه. خب این سوال را کجا پیدا بکنه شما چیستانا؟ خود دیگه سواله دیگه، می سازه آدم به ذهن خود دیگه. ای جوابم دار. خب یک قنری خود یک مار، ببخشین به فکر قنری افتادم. نه، یک مار خود زرافه ازدواج میکنه بچه اونا فیل میشه. خب یک مار و زرافه خب امکان نداره با هم دیگه ازدواج کنه. خاله امکان داره ازدواج کنه. امکان داره بچه اینا فیل میشه. خب شاید هم دیگه کار روزگاره، شاید فیل بشه، خورتون به فیل بلنده، مارم درازه دیگه. نه دیگه، او تم علم پیشرفت نکرده، دلیل داره. دلیل داره، دلیلی و... من فکر میکنم من یک نقل به شما میدم. مثلا یک دو تا سفید پوست خودی هم ازدواج میکنن، به چون اتفاقی میبینیم سیاه پوست میشه، چی دلیل داره سیاه پوست شده؟ اون سیاه پوست در کجا آوردن؟ یعنی هم نقل دیگه. خب این سر حالا مار و زرافه خودی هم ازدواج کرده باشن، به چون فیل بشه، یعنی چی؟ یعنی نقل شما منظور شما بود که بچه را از جای آوردن؟ بله. برفتن فرزندی گرفتن. خب دیگه جواب گرفتین دیگه. دیگه بچه رو فرزندی گرفتن، برفتن به پرورش که یک بچه گفتن با ما فرزندی بده دیگه. حال شما به فرس چیستان خوبی بود. خب اینا رو باید به کتاب گینیس نوشت. درسته. خب باشه، من چیستان از شما پرسان میکنم فرهاد جان، یک از شما پرسان میکنم که بگین یک میلیبس یا اتوبوسی یا 303 خب تمام ایوانات جنگل به داخل یا نه تکر میکنه، همه ایوانات میمورن. خب بجز آهو. آهو زنده میمونه؟ چرا زنده میمونه؟ چرا زنده میمونه؟ شاید آهو اصلا سوار نشده.
سوار شده. سوار شده. بله. خب شاید ای که آهو مترون بوده دیگه، حیوانا که عقل ندارن به وسط راه هر کدوم از پنجره پریدن پایین. نه دیگه میگن اتوبوس تصادف کرده، وقتی تصادف کنه دیگه اینا چرا پرن پایین. بازم تقریبا میشه مثلا نیت شما رو هم که شاید به تر و بالاخره شیشه رو واکر دعوا خورده، ولی خب او هم جوابی رو نمیشه. نفهمیدم. شاید به داخل راه حیوانا آهور خودی رو جنگ کردن او رو بنداختن پایین، اتوبوس هم تصادف کرده با مرده. نه نشد. خب قرضی قرض، شما بگم جوابیار قرضی قرض. ببینین میگم در عین ازی که تکرار کردن همه کشته میشن، آهو زنده میمونه. آهو همیشه دست به خیر بوده، زکات میداده، خیرات میداده، اینا خداوند رو نگاه داشته زنده مونده. این هم مثل سوال شما میشه. خب جالب بود، خیلی جالب بود. باشه من مال مشابه به سوال شما بپرسم که دیگه شما رو بند مندازم. ببینین داخل جنگل محل زندگی شیر سلطان جنگل. درست. آهو هر روز از اونجی تیر بشه بدون ازی که ترس داشته باشه، به نظر شما چرا اما شیر آهور نمیخوره؟ شیر آهور نمیخوره؟ خب شاید به زور رشوت داده. شیر که آدم نیه رشوت خور باشه. نه یم را نداره. خب این نبوده. خب شاید موقعی که خو میشه شیر تیر میشه، ببخشیم تیر میشه شیر خوه. خوه نه یم نشد. یم نیه بیداره، شیر بیداره. او آهو هم هر روز رفت آمد میکنه، بالاخره یک بار او رو میبینه، ولی کار نداره بریم. هیچی وسوسه هم نمیشه که آهو بخوره. وسوسه هم نمیشه که آهو رو بخوره. خب یاره این سال سخته. قرضی قرض. قرضی قرض. جواب یه اینه که به همو ملی بسه که پیشتر شما گفتین همه ایواناش انگل بوم بردن دیگه. آهو زنده موندگه، حالا آزادانه داخل جنگل رفت آمد میکنه. باشد نه؟ باشد. شما مار بند انداختین دیگه. خب باز هم مساوی شدیم دیگه. مساوی شدیم ها. درسته. خب حرف دیگه نیه دوستان عزیز. برنامه چیستانه به پایان رسید دیگه. امیدوارم که لذت برده باشین. شما چیز دیگه دارین برای دوستا فرهاد جان؟ چیز دیگه ای نیست، فقط ای که همیشه شاد باشن، موفق باشن، همیشه بخندن و خدا نگهدار همه عزیزان. خداحافظ شما عزیزان. خدا نگهدار.